یک خبر من برای شما دارم و این که در زندگی اموری هست، کارهایی هست آدم انجام میده هیچ وقت دقت نمیکنه بهش. مثلا از شما پرسیده بشه واقعا هر روز کاری که هر روزه چند بار شاید انجام بدید، اول کفش راستتون رو میپوشید یا چپ، یا جوراب راستتون اول یا چپ، یه لحظاتی ممکنه مکث کنید و جواب بدید، به راحتی پاسخ نمیدید. اینو که میگم خدمت شما، جاهای مختلف یه همچین کارهایی کردن، پرسیدن، نظرخواهی کردن و کارهای دیگه که روزمره ما انجام میدیم، در اثر تکرار فراموش میشه یا نظم و ترتیبش به طور اتوماتیک به اصطلاح و انجام میشه. یکی از این کارها پوشیدن شلوار هست. پوشیدن شلوار میتونه به یک مسئله بسیار مهم تبدیل بشه. این نیستش که میاید شلوار خودتون رو میپوشید و میرید دنبال کارتون. نه خیر، اینطور نیست. آیت الله خمینی وقتی که در پاریس بود گفت، این حرف رو گفت و در همون موقع زیاد توجه نکردن که گفت اسلام به روایت ایشون، هرچی که برداشت ایشون بود، میگفت تا تو صندوق خونه منزل شما هم برای شما دستورالعمل داره. خب کسی به اینها توجه نکرد. زیاد توجه نکردن. توجه بیشتر این بود که همه احزاب آزاد خواهند بود، مارکسیست ها فرزندان من هستن، ولی خب باشون مخالفه و از این صحبت. به هر حال این مقررات الان داره اجرا میشه یا پیشنهاد میشه برای اجرا، اختار میشه و همه اینها که شلوار پوشیدن هم همینطور نیست که تو صندوق خونه برید شلوارتون هر طور خواستید بپوشید. میشنم یکی از روحانیون، نو منبران برآمده از انقلاب اسلام در آداب پوشیدن شلوار. پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس فرمودن شلوارش انسان میخواد بپوشه بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه. خدای متعال اون بالا نشسته که ببینید شما چطور شلوار میپوشید. خب این بسیار تو حرف درستی است. و بعد این شیوه پوشیدن شلوار اختراعی که شما بشینید و شلوار بپوشید و بعد قبل از اونم پیدا کنید قبله رو، خب اینا همه باید انجام بدید، وگرنه به دردی مبتلا میشید که درمان نداره. این آمریکایی ها و بقیه امت های غیر حاضر در صحنه میبینید به دردهای مبتلا شدن که درمان نداره، برای همینه که شلوارشون رو به قبله پوشیدن بدون اینکه بدونن. این رو باید به همه اینها گفت. من فکر میکنم بزنم جز برنامه دولت‌های دوست ایران که بهشون یادآوری کنیم. وابستگی فرهنگی سفارتخانه‌های ایران در خارج چه میکنن؟ خب باید اینا رو رواج بدن. فردا سر فرود سرات یقه وابسته فرهنگی رو گرفتن که چرا شما مثلا در اتریش، در جاهای مختلف فرانسه، انگلستان، سوئد توضیح ندادید به این؟ اینا هم بنده خدا هستن، درست نیست. باید بهشون توضیح بدن آداب و سنن شلوار پوشیدن. همون تنبان خودم. حالا من باز یک پیشنهاد دارم. به این پیشنهادات من چند و چندین بار هست از سر خیرخواهی دادم که هم کار دولت و حکومت آسان بشه و هم جلوگیری کنیم از رفتن به جهنم امت. ببینید خب میگن دیگه الان چون خداوند تعالی در اون بالا نشسته که هستن و در همه جای جهان ناظر هستن که این ایرانی ها تنبونشون رو چطوری در میانن، چطوری میپوشن، رو به قبله هست نیست و بلافاصله مبتلا به بیماری هایی میشن که درمان نداره. این آقا بی خود که نمیگه، و میبینین سلفون هم دستش هست، اینها مرتب هم در تماس هست، لابد با یه جایی که از اونجا بهش خبر میدن ملائکه یه جایی. پیشنهاد من چی هست؟ این تنبون رو، همین تنبون مونده برای امت رو هم در بیارن، از پاشون در بیارن امت و به امت اساسا لونگ بدید. خیلی راحت تره، مرتکب معصیت نمیشن دیگه. رو به هر جایی لنگ و بستن بستن، مثل این حوثی های یمنی. میتونیم چهار تا کارشناس بستن لنگ هم از یمن وارد کنیم، همین دوستایی که اسلحه بهشون میدیم و کارهای دیگه مختلف روابطی داریم، بیاریم و اونجا سمینار چگونه لنگ ببندیم،
چگونه با لونگ به بهشت برویم. عناوینش ساده است، پیدا کردنه. با لونگ بی لونگ مسئله این است. از این عناوین که یه مشت محکمی هم تو دهن شکسپیر میزنیم. و بسیاری کارهای دیگه ما میتونیم بکنیم. لونگ بسن مزایای بسیار خوبی داره. در مواقعی هم هست که باید مثلا میشه از لونگ استفاده های دیگه ای کرد. آفتاب تو بیابون داره، میریم در بیاریم لونگ و آویزون میکنیم جلو آفتاب میگیریم، به درختی داره، درخت زیر سایش یه چرتی میزنیم، بسیار مواد داره، تنبونه که نمیشه این کار رو کرد. بنابراین این پیشنهاد من، امیدوارم مسئولان جمهوری اسلامی همین حجت الاسلام نومنبر در حکومت ایران به جدیت تلقی کنن و پیگیر باشن و امیدوارم به زودی زود جز برنامه پنجم، ششم، سوم، دوم، هر نوع برنامه ریزی برای این هست، به زودی ما ببینیم که مردان ایرانی با لونگ و اینها هستن در خیابونها. بالاتنه دیگه مسئله نیست، حالا اون که همینطوری هست، این یقه های مکتبی که آمده اون هست. هیئت دولتیش از خود هیئت دولت شروع کرد، اینایی که شلوار پوش هستن، روحانیت که خودش لباده و دیش داشته و اینها رو میپوشه. بنابراین اعضای هیئت دولت مثل ظریف و بقیه رو اینها رو لونگ پوشون تا به اصطلاح نمونه ای بشه برای امت و یاد بگیرن از اطرافیان خود بیت رهبری و بقیه. از اونجا میشه شروع کرد و این مسئله رو به سادگی حل کرد. کلی زحمت داره، آدم در یه جایی هست نمیدونه قبله کجا، صاحب خونه نمیدونه، میخواد شلوار بپوشه، نشسته دراز، شلوار دستش باید بپوشه تنبونش، که قبله کجا، صاحب خونه هم نمیدونه، خب بیچاره بر سر دورایی گیر میکنه. بپوشم بکشم شلوار بالا، به بیماری مبتلا میشم که علاج نداره. این لونگ ساده است. با شما عزیزان خواهیم بود لحظاتی دیگر و خبرهای دیگری از جمهوری فقیه.